با نوبت خداوند بخشاینده مهربان و بار و درود بی پایان خدمت شما بینندگان گرامی محمد شریف شریفی هستم و در خدمت شما ایزان قرار دارم با برنامه شهروند خبرنگار موضوعی که در این هفته با پرداخته این تبعیض هست تبعیض جنسیتی قومی مذهبی زبانی سمتی و نقش شهروند خبرنگاران در راستای از بین بردن هر نوع تبعیضی که مانعی می شود که افراد و اشخاص به حقوق شهروندی خودشون دست یابند طبیعتا در جوامع امروزی حرف از هر حر گونه تبعیض وقتی که به میان میاد یک آیلی بین فرد و آزادی مخصوصا آزادی شهروندی قرار می و در این راستا طبیعتا قوانین متعددی در کشورهای مختلف به وجود می تا اینکه با تبعیض مقابله صورت بگیرد و در این میان طبیعتا شهروندان که در واقع احساس مسئولیت بیشتری می کنند پیرامونی این که به حقوق و آزادی های دست پیدا کنند اینها در قالب قرار می گیرند که همواره معتقد هستند که تبعیض عامل بازدارنده است از دسترسی افراد به حقوق شهروندی آنها در گذشته ها که طبیعتا هر نوع تبعیضی بر علیه انسان ها صورت می گرفت که ثروتمند بودم با فقرا رفتار نامناسبی داشتند نظام ارباب رعیتی موجود بود و گاهن هم با مرور زمان و با پیشرفت ها و با صنعتی شدن جوامع با هم صنعت در یک مقام بالاتری قرار گرفتن و تبعیض علیه طبقه پایین و محروم جامعه ایجاد کردن تبعیض نژادی هم از دیرباز در واقع موضوع و معضل زندگی انسان ها بوده است و مبارزاتی که افراد آزار سطح جهان انجام دادن در راستای از بین بردن تبعیض هم برای همه ما و شما مشخص و واضح هست و با ورق زدن صفحات تاریخ طبیعتا به این حقیقت دست پیدا می کنیم که افرادی بودن که همواره در مقابل تبعیض قرار گرفتن و آنچه که انسان با عنوان انسان باید دارا باشد را شعار اینها بوده است و طبیعی هست که این افراد ها در تاریخ با خط زرین نوشته شده است اما امروزه با پیشرفت و ترقی که صورت گرفته و با دسترسی به تکنولوژی طبیعتا دیگه نمی توانیم حرف از تبعیض میانه انسانها بذاریم جهان به سمت در واقع یکی شدن روان هست بخوایم و نخواهیم بحث جهانی شدن امروز در واقع یک بحث داغ در معافل سیاسی اقتصادی اجتماعی و حتی فرهنگی جهان هست و با مدد همین پیشرفت و تکنولوژی که ما شاهد هستیم جهان تبدیل به دهکده کوچک شده است که همه افراد در واقع از تمامی آنچه که اتفاق می افتد آگاه هستند و این آگاهی در واقع طبیعتا از آنجای نشأت پیدا میکنه که افراد توانستن که به حقوق سیاسی و اجتماعی و شهروندی دست پیدا کنند انقلاب کبیر فرانسه هم نمونه بارزی از رسیدن افراد به حقوق شهروندی آنها هست داشتن قوانین مدنی در کشورهای جهان هم حاکی از امین امر هست که امروزه طبیعتا تمام افراد یک جامعه از نگاه انسانی طبیعتا با دیگر برابر و برادر هستند این شعاری هست که حقوقدانان که در تدوین قوانین مدنی هموارین ها دست داشتن و شعار آنها بوده است که برای اینکه میخواهیم که در یک جامعه ادالت تامین بشه نظب تامین بشه باید با تبعیض مبارزه کنیم تبعیض جنسیتی، تبعیض قومی، مذهبی، سمتی، لسانی اینها طبیعتا از جمله عوامل بازدارنده و در این حال نفرت انگیز و تفرق انگیز در جوامع بشری بوده است و طبیعتا با این نوع تبعیضها ها همواره انسان های آزاده مبارزه کردن امروز هم شهروند خبرنگاران با داشتن ابزار تکنولوژی روز طبیعتا تواند اگر جای در منطقی، در کشوری، در شهری هر جا تبعیض رو میبینن با اندکاس او و با رسانه کردن اون نقش شهروندی خودشون را ادا کنن و از این طریق در واقع آن مسئولیتی که فرد نسبت به شما داره رفع بشه خب از یک جهت ما شاهد این هستیم که کمتر تبعیض در جهان حاکم هست نسبت به گذشته یک زمانی حتی کسانی که از لحاظ نژادی که سیاه‌پوستان و سفیدپوستان بودند نگاه می مثلا به کشوری همچون آمریکا که حالا صدمدار دموکراسی جهان هستند در او سیاه‌پوستان حق رای نداشتن سیاه‌پوستان برده سفیدپوستان بودند و مبارزاتی که صورت میگیره و در نهایت توسط ابراهام لینکن لغو بردگی به عنوان یک مطرح می شود خب می بینیم که کمتر به اون حقوق شهروندی خودشون دست پیدا کردن و مبارزه علیه برد داری صورت گرفته است و این تبعیض زننده ای که حاکم بوده با تلاش های افراد آگاه و مسئول نسبت به اجتماع از بین رفته است و حتی تا نسبت به خانم ها تبعیض جنسیتی ما می بینیم که بعضا حاکم هست در گذشته ها بیشتر اموزه در جوامع پیشرفتر و جهان اول کمتر اما در جوامع جهان سوم به مانند افغانستان باز هم می‌بینیم که نسبت به خانم یک نگاه جنسیتی حاکم است نگاه جنس دوم بودن که هم به نوع تبعیض هست در بسا محلات و ولایات و ولسوالی افغانستان هنوز اون فرهنگ سنتی حاکم هست که به خانم اون حقوق شرعی قانونی آنها داده نمیشه و هموار فکر میکنن که خانوم باید در محدوده خانه وش پاس خانه قرار بگیره و این یک نوع تبعیض هست و در واقع توانایی ها و استعداد های یک قشر شما که قشر کثیر شما هست را داریم نادیده میگیریم و در اینجا طبیعتا شهروند خبرنگار که در افغانستان فعالیت دارن در راستای از بین بردن این نوع تبعیض و این نوع فرهنگ حاکم نقش بسیار مهم و اساسی دارن خب بحث تبعیض زبانی هم حالا در کشورهایی که جهان اول هستند، اینها به دنبال این, این هستند که باید روابط و مراودات بیشتری داشته باشند و اینو نوع تبعیض ها از این بره و بنابر همی هست که ما نمونه بارز این مطلب را اتحادی اروپا داریم که مرزی بین کشورهایی که عضو اتحادی اروپا هستند موجود نیست و هر کس تابعیت یکی از این کشورهایی که شامل تاری اروپا است که براحتی در هر یک از این کشورها زندگی کنه، فعالیت کنه، کاروبار داشته باشه، هیچ گونه معاملاتی نیست. در واقع دارن این نوع تبعیض هایی را که همواره بین انسان ها صد و آیل ایجاد کرده از بین میبرن و این در واقع تمثیلی از جهانی شدن هست که در قالب که تادیه کلان در میان چند کشور داره مطرح میشه. خب باز در کشورهای جهان سوم ما این موزر را متاسفانه که کماکان داریم و هنوز بحثن کسانی که تبعیز زبانی دارند در حالی که طبیعتا شما به هر زبانی که تکلم میکنیم این دلیل بر خوب بودن و بهتر بودن شما نیست و طبیعتا هر کسی اگر میخواد که شهروند فعالی باشه شهروندی باشه که مورد تمجید و تقدیر قرار میگیره باید رفتار خودش را رفتار متعارف شهروندی بسازد به این معناکه نسبت به امنوی خودش ظلم نکنه نسبت به حقوق شهروندان مراعات داشته باشه حقوق افرازی رو پا نکنه و بر اساس قوانینی که ما داریم نگاه مساویانه بین همه اطباع افغانستان حاکم است. اما در عمل گاهن ما شاهد این هم هستیم که تبعیزی صورت میگیره خب افراد که دست به تبعیز میزنن طبیعی هست که اون ذهنیت بدوی و اون ذهنیت قبیلوی رو کماکان دارن و در این میان هم افراد آگاه و اشیار قلم به دست افرادی که نسبت به شما احساس مسئولیت بیشتری میکنند اینها در واقع بیشترین بار مسئولیت را بر دوش خود دارن که در راستای از بین چنین معضلات شومی و چنین تبعیضات ناروایی مقابله کنند حالا لازم نیست که همواره وقتی که از مقابله و تقابل میکنیم حتما توفنگ به دست باشیم حتما در واقع با قصد تعرض به دیگر عمل کنیم نه با کارهای فرهنگی کارهای آگاهی انتشار مباحث و مطالبی که به اتحاد و وحدت و اتفاق جامعه بیشتر کمک کنه با این گونه کارها طبیعتاً به مرور زمان چنین تبیزاتی از بین میره و در این میان فضای اجتماعی شبکه های مجازی اینترنت در واقع یک بستر مناسبی را میتونه که ایجاد کنه بین شهروندان که باید دیگر به تبادل بپردازن شهروند خبرنگار زمان که نسبت به اجتماع خودش مسئولیت بیشتری میکنن از همین قالب در واقع پیام شهروندی پیام مصاحب بودن و مساوات را در دو بدل کنن نظریات بدن کامنت ها بدن و تأکید بعد یک پارچه ای کنند چیزی که ما امروزه بیشتر از هر زمان دیگری به اون نیاز من هستیم و بدون وحدت و یک پارچگی در کشور طبیعتا ما شاهدی از بین رفتن چون این این رسوم ناپسند و این جنگ ها در افغانستان هست نخواهیم بود پس نخی شبان خبرن در راستای از این بودن تبعیز و چنین عرف ناپسندی میتونه که بسیار نقش متباریز باشه کما که شهروندان عزیز ما هم کسانی که احساس مسئولیت میکنن به تعداد اینها و آگاه این افراد روز روز بیشتر افسوده میشود و طبیعتا وقتی که ما صحبت از مسائل ملی میکنیم آنجا یک پارچگی با همه وحدت اتفاق اینها دیگه معنا پیدا میکنند و خوب هست که الحمدلله ما امروزه شاهد این هستیم که نسبت به قبل چند سال پیش نگاه مردم و شهروندان ما هم نسبت به چنین مسائلی و مباحثی تغییر کرده است و این جای بسی مسرت و خوشی هست خب اینا ها همه برمیگرد برای اینکه اقتداد افرادی که احساس مسئولیت بیشتر نسبت به شما میکردن فعالیت های چشمگیری را انجام دادن در قالب رسانه در قالب مطبوعات چاپی نوشتاری و همه این هاتی فعالیت های شهروندی هست و چه خوب هست اون عزیزانی که احساس مسئولیت بیشتری میکنن در قالب شهروند خبرنگاران میگن بعضی مباحث عمده و اساسی و کلیدی شمای ما این را اینها را انکاس میدهند به دلیل اینکه تا مادامی که ما تبعیض را از بین نبریم حالا این تبعیض از هر نوعی که میخواد باشد از بین نبریم ما صحبت از در واقع یک پارچگی کرده نمیتوانیم ما صحبت از این کرده نمیتوانیم که ما فرد متمدنی هستیم متمدن بودن به این معنا نیست که ما همون ذهنیت قبیلوی خودمون رو حفظ کنیم با همون ذهنیت بدوی در واقع ما رفتار کنیم و خوب هست که در واقع ما با نگاهی عمیقتر به قضا نگاه کنیم و نقش شهر و خبرنامه‌ریزی ما رو هم در این راستا تبارز بیشتری ما بدهیم خب همکاران حزبون در واقع ما اشاره میکنن که عکس های ارسال شهروند خبرنگاران هم آماده هست. با یکدیگر دیگه میریم عکس های شهروند خبرنگاران رو میبینیم دوباره برخواهیم گشت و در خدمت شما با ادامه برنامه خواهیم بود. عکس ارسال یک تن از شهروند خبرنگاران در روزهای برفی هرات بارش برف و وجود زباله ها در سطح شهر در شرایطی دشوار بیتوجهی به قوانین ترافیکی و خطرات احتمالی صد مبر آن هم تا این حد بدون شهر خود به اندازه کافی گویا هست و این هم شکل دیگر غیر اصولی از کسب و کودکان کار و دیگر هیچ <موسیقی> چراقهای ترافیکی خاموش و ازدهام ناشی از آن این هم وضعیت جاده سطح شهر پس از بارش برف و باران های اخیر با سلام مجدد خدمت شما بینندگان گرامی عکس های ارسالی شما را هم دیدیم جان سپاس از عزیزانی که به ما عکس ارسال کردن و سوژه های مختلفی را با عنوان سوژه عکس خود انتخاب کردن جان سپاس از یکی از که ما در این برنامه برنامه, برنامه شهروند خبرنگار همکار و همراه هستم در این قسمت برنامه یک تن از شهروند خبرنگاران با خودمان در برنامه داریم و بیشتر با ایشون آشنا خواهیم شد آقای هروی خوش به برنامه سلامت باشین به نام خدا پیروز احمد هیربی هستم یکی از شهروند خبرنگاران شهروند خبرنگاران شهر هرات و امشب در خدمت شما هستم در برنامه شهروند خبرنگار ان که برنامه خوب داشته تشکر از شما آقای هیربی خب موضوع محوری امشب ما در مورد تبعیض هست قبل از اینکه ما بریم سراغ عکس هایی که شما به مارسال که سوژه که شما انتخاب کردیم میخوام که در واقع نظر و دیدگاه شما را در مورد تبعیض بشنوم تبعیض نژادی قومی مذهبی جنسیتی و انواع و که در واقع مانع دسترسی شهروندان به حقوق شهروندی اونها میشه دقیقا چون وقتی که یک, یک ملت تشکیل میشه و یک کشور تشکیل میشه در یک قالب تشکیل میشه و تمام قوانین باید سر تمام امو اخشار جامعه به صورت مساویانه تطبیق بشه و هیچ تبعیزی در قسمت اقوام، در قسمت مذاهب یا در قسمت رنگ و نژاد و زبان به هیچ اون آن قابل قبول برای هیچ شهروند نیست به او دلیل پس وقتی یک ملت تشکیل شد و قوانین سر همه تطبیق میشه این تبعیز یک, یک غیر عادلانه شدن در مقابل قوانینی که در کشور هست چی بسا اگر در قسمت موضوعات حقوقی باشه موضوعات امتیازی باشه در تمام عرصه ها باید به صورت مساویانه در بین افراد یک جامعه تقسیم بشه یقینا پس در واقع تبعیض از هر نوعی که باشه در واقع عامل بازدارنده ای هست که شهروندان رو از آنچه که حق طبیعی و مسلم این هست باز میداره خب ما در گذشته تبعیضات بسیار زیاد می تبعیض جنسیتی، تبعیض نژادی، قومی، مذهبی ها به همین دلیل هست که تا ما در قانون اساسی خودمان در اولین ماده فصل دوم هم گفته شده که هر نوع تبعیض بیند با افغانستان ممنوع هست دقیقا. خب الان فکر میکنه که تا چه میزان به نظر شما در جامعه ما تبعیض موجود هست خب اگر ما به حیث یک شهروند به حیث یک ناظر این جامعه بیام صحبت بکنم تبعیض بیشتر فعلا دو تا تبعیض زیاده در جامعه مم. ما یک تبعیض زبانی و یک تبعیض جنسیتی یعنی بیشتر حقوقی که بین افراد مذکر به حیث مرد باشن یا جنس زن باشن به صورت مساویانه تقسیم نمیشه و حقوق از اینا از اینا گرفته میشه و او امکاناتی که برای یک مرد برای یک آقا در جامعه ما فراهم شده برای یک خانم فراهم نشده و محدودیت های هست هنوز زندگی های سنتی قدیمی هنوز در جامعه ما حکم فرمایه باید این ای فرهنگ ها از جامعه ما بیرون بشه نا. باید برای خانم اجازه بده تا او فعالیت ها او توانایی هایی که داره در این جامعه بیای به روح جامعه بکشه چون هر انسان در ذات خود توانایی داره فقط در قالب خود میتونه در قالب همو فرهنگ و در قالب همو دین و مذهبی که هست اون فعالیت خود انجام بده بس یک تبعیض خیلی قوی که در جامعه ما حکم فرمایه که خیلی محسوسه محتویت اما الان نسبت بوده که ما که با فعالیت های رسانه و کمک های جامعه شده بهتر ولی از بین نرفت متاسفانه خب عکس هایی که شو هم به ما ارسال کردیم هم تا دیگر آماده میشه با ایدیا رو هم صحبت های خواهیم داشت آه, آه که آماده هست آقای هروی سوژه که این عکس از انتخاب کردین چه خب اگر بیایم بررسی بکنیم ما در هرات در حدود اگر اشتباه نکنم در حدود 190 حمامی داریم که ما سوخت زغال سنگ استفاده میکنن سوخت زغال سنگ بدترین سوختیه که برای جامعه برای تنفس مشکلات ایجاد میکنه که ایجاد خود همو لوله های حمامی که به خاطر دود از او ایجاد میشه در بین جامعه در بین محیطی که مردم زندگی میکنن یک معضل بزرگیه که باعث امراض مختلف میشه که که ای برای من یک انگیزه شد که یک سه بگیرم و برنامه بله. بله. جوی بود دقیقا چون برد. ما آبهای زیرزمینی فعلا تمام کشور ایران اگر مطالعه کنین کلا فعلا به بحران آبهای زیرزمینی خورده یعنی آب شیرین نداره امروز افغانستان اگر آب شیرین داره ما خود ما به دستای خود خود میخواین آب, آب آلوده کنیم توسط چی؟ توسط همچین عکس هایی که از حمام ها ایجاد میشه مم. و به جوی ها روان میشه این جوی ها به کجا میره؟ بله. این جوی ها همگی یک جا میشه میره به نهر و دریا یک جا میشه پس به این زمین اضافه میشه و آب زیرزمینی کشور ما را آلوده میکنه مم. پس بله. ای یکی از انگیزه هایی بود که باعث شده یک سه بگیرم مم. چون واقعا موزل بزرگی اگر پنج سال یا ده مم. سال دیگه ای را وال ادامه پیدا بکنه ما از آبهای شیرین زیرزمینی خواهم دیگه محروم میشیم بله. او چیز را ما از دست میدیم در واقع ما شاید هم هستیم که متاسفانه که در به شکل بیرویه و سرساماوری از آبهای زمینی استفاده دقیقاً، میشه دقیقاً. و این تبات بسیار منفی برای آیندگان و نسل آینده دقیقاً. ما داره و در کنار این ما میبینیم که زیاد نکات بهداشتی هم در نظر گرفته نمیشه, نمیشه مثلا اینکه حالا همون آبی که از داخل عمان بیرون میشه به داخل جوی میره دقیقاً. و شاید جای کودک کسی دیگری داخل جوی بیفته و اینها هم طبیعتا انتقال امبارساری از این طریق بسیار دقیقاً. ساده هست خب حالا پیام شما برای آن در شهروندان که متاسفانه این چنین کارهایی رو میکنن و نکات بهداشتی اجتماعی رو در نظر نمیگیرن مخصوصا بعضی از امامداران دوران این زمان چه هست؟ خب اگر ما بیایم جایگاه خود بشناسیم به <applause> حیث یک انسان میگه بنی آدم اعضای یک دیگرند. اگر ما فکر کنیم که اعضای یک دیگرین درد همدیگر رو باید احساس بکنیم اگر یک طفل یک کودک اگر از او آب مریضی به بدن از او ایجاد میشه اگر ما احساس ازیر بکنیم که او طفل مربوط به ما میشه خواهر ما نه برادر ما هست ما احساس مسئولیت بکنیم این کار هرگز نمیکنیم بله. و اگر برای از یک راه حل بگین اولا سوخت هایی که میشه سوخت های زغال سنگ حال راه های هست برای جلوگیری از این که عمو تصفیه کننده های هست 20 الی هزار قیمت از اونها هست در حدود 190 همام هم گفتم زغال سنگ استفاده میکنه اما 20 حمام شاید تا حال شده باشه که تصفیه کننده های ایجاد کرده باشه به خاطر جلوگیری از دودها و اما به خاطر جلوگیری از همین دودی که در فضا ایجاد میشه و استفاده بیروی که ما خود ما از آبهای زیرزمینی داریم هدایت از زیر به صورت درست نمیکنین یک مسئولیت پذیری به بیس یک انسان اگر انسان باشیم باید این مسئولیت بپذیریم و همه گیر عضو خانواده خوب بدانیم اگر هر کدام از شهروند ما مریض میشه فکر کنید خانواده ما هست به او خاطر اگر به حیث توصیه باشه برای کسایی که حمامدارای عزیزی که هستند اینه که جلوگیری از این کار بکنن به یک انسان بله. تبیتن. درک و مسئولیت پذیری داشته باشه آقای هروی با توجه به که حالا ما تعداد امام های عمومی داخل صدر شهر را زیاد داریم میبینیم این حالا اگر وضعیت به همین گونه به نظر شما ادامه پیدا کنه و توجهی نشه به وضعیت اینها و سوخت اینها و آب اینها استفاده میکنن و مجراهای انتقالی آب اینها هم به این گونه که الان در عکسایی که شما ارسال کرده میبینیم که به داخل جوی مومی میره و انواع و اقسام بیماری ها را انتقال میده اگر وضعیت همین گونه دوام پیدا کنه به نظر شما خلا تا چند سال دیگه وضعیت موزیسی را چ... چگونه خواهد بود؟ دقیقا چیزی پیشتر گفتم ما فعلا قدر ای آب شیرینی که در زمین دارین و از استفاده میکنین نمیدانین به صورت بیرویه استفاده میکنین اما ای زیاد دوام نمیکنه شاید پنج یا ده سال دیگه ما این آب زیرزمینی شیرین خود را از دست بدیم پس وقتی که آب زیرزمینی آلوده بشه آب ما کم بوده آب داشته باشین یک موزل بزرگه بر علاوه از اینکه این سوخت های فسیلی زغال سنگ در هوا و در فضا ایجاد میشه و سرطان ها ایجاد میکنه او یک بحث جداگانیه منتها اگر آب آلوده بشه راه حل برای از این خیلی مشکل پیدا کردن است بله، تشکر از شما اکس های دیگر هنگی شما مارسال ما کردی هم ما ماده هست و اون هم میبینیم به نگه سوژه های اونها چه هست این اکس چه سوژه در این نهفته است؟ خب همیشه از هرات به نام شهر علم و فرهنگ امه. یاد میکنن و سوژه ای انگیزی که من نسبت به این عکس داشتم به این عکس بعدی که داشتم نظم و دیسپلینی که ما در شهر رعایت نمیکنیم ای باعث انگیزه شد که من یک بگیرم چون ما وقتی که از علم و فرهنگ نگاه بخیر. میکنین شاید برای یک خاطره جالبه برای شما بگم که یک از دوستام میگفت این نام شهر نمیگیرم که از این ولایت های دیگه به هرات که میان میگن ما به دوبی میاییم وقتی که تصور بقیه مردم از هرات ای هست پس ما باید امون جایگاه خود حفظ بکنیم به افغانستان اما هرات در نام علم و فرهنگ نگه بدارین این فرهنگ را از بین نبارین به او خاطر ما هر لحظه اگر این موضوع میدیدم برای می یک یک رنج و غم ایجاد میشد که وقتی ما به نام هراتی و هرات علم شهر علم و فرهنگ هست پس بعد ما این جایگار حفظ کنیم ایه. چرا با این بینظمی ها یک نام بده به کشور نگاه داریم به خاطر ولایت هرات به خاطر اینا باعث انگیزه شد که من اینا بعد بحت... از شما مرسن. آقای هیرویم پیام شما را نسبت به شهروندان بشنیم شهروندانی که ما شاید این هم هستیم که متاسفانه کمتر به مسائل اجتماعی و شهروندی توجه میکنند طبیعتا اگر شهروندان من شما سوژه های رو میبینند مشکل و مزاراتی که میبینند اینها رو بیان در قالب برسانده و یا هم فضای مجاز اینترنت اینها به نش برسانند تا مشکلات حل میشه پیام شما برای شهروندان به خاطر اشتراک در فعالیت های شهروندی چیست؟ خب هر شهروند وقتی که ما به یک شهر زندگی میکنیم وقتی کل ولایت هرات به نام هرات یاد میشه از هر قسمت هرات اگر شما نگاه کنیم به نام هرات یاد میشه پس یک محیط تمام مردم از اون نام اگر یاد میشه در قبال همون محیط مسئولیت داریم ما پس فرق نمی که شما اگر در رسانه کار میکنیم یا اگر یک کارگری که در بازار سرگذر کار میکنه یا یک دکاندار هر کدام در عرصه خود خو مسئولیت در قبال شهر داریم پس اگر کدام جای میبینین که اگر مشکل هست یک وظیفه ایمانی و وجدانی ما هست که تلیبیزن. او بیم تبارز بدیم که همون موضوع حل بشه اگر ما امروز در قسمت هماما میایم انتقاد میکنم نفر بعدی در قسمت دود موتر، موترها بلد. یا موتورها بیا انتقاد بکنه تا این موضوع رفع بشه مهم. تا این فرهنگ جایگزین بشه به جامعه ما که این موزلات از بین بره با تشکر از شما آقای هیروی از اینکه ما عکس سال کردیم و یه برنامه اشراق کردیم جون سپاس از شما سلامت باشید صحبت های جناب آقای فیروز هیروی شهرمند زمان را شنیدیم که بنوان شهرمند خبرنگار فعالیت شهرمند رو انجام میدن هر جایی که هستن با گوشه که دارن عکس میگیرن فیلم میگیرن و طبیعتا با رسانه ها شریک میسازن تا از این طریق در واقع مسئولیت شهروندی هم ادا بشه تا باشد که یک معذلی از اشرمای ما حل بشه یک میان برنامه آماده هست هم میریم دوباره برخواهیم گشت درودی دو دوباره خدمت یکایی که شما عیزانی که با برنامه شهران خبرنگار تا همراه هستیم در این قسمت برنامه سری میزنیم به شبکه های اجتماعی با همکارمون آقای بهره آقای بهره خوش آمدید سلام بر شما ممنون سلام خدمت شما و همچنین سلام خدمت بینندگان آقای محترم برنامه هدفمند شهران خبرنگار تشکر شما آقای بهره در فضای اجتماعی شبکه اجتماعی چه گذشته این هفته که ما پشت سر گذاشتیم تشکر میم از, از، میخوام از موضوعات جهانی شروع کنم یک اتفاق بسیار جالب افتاده در کشور چین ویروس جدیدی پیدا شده احا. به نام مریضی ویروس به نام کرونا و نامگذاری کردن ات... پیدا شده که تا به حال تعداد زیاد تلفات داشته جان از مردم گرفته و به خاطر همین موضوع آمدن حتی یک شهر قرنطینه کردن جشن سال نو خود کلا لغو کردن در امه. چین و اون مردم داخل یک شهر نه اجازه بیرون شدن میدن و نه هم اجازه میدن کسی به شهر داخل بشه تمام پروازهای تمام دنیا کنترل میشه چه جدی هست بسیار جدیه و حتی یک شفاخانه یک هزار بستر فقط مدت 6 روز قرار شد اینا بسازن یعنی اینقدر این موضوع جدیه و خطرناک که <مان> خیلی خوبه که هموطنان ما چون ما با کشور چین بسیار داد و زیاد داریم هموطنان ما که کسایی که چه در چین میخواهند برند و چه کسایی که برگشتن از اقل فامیل های از اینا دوست های از اینا متوجه بسیار باید جدی متوجه موضوع باشن و امروز من پیشتر چیک میکردم اولین مریض مصاب ویروس کرونا امروز در پاکستان شناسایی شده بود و حتی کسایی که از این مریض ها مراقبت میکنن هم دوچار این مریضی میشن و بسیار باید جدی باشن چون خیلی خطرناکه همو امو علایم اولیه از او آبریزش بینی و سرماخوردگی شدید که یعنی در طول ای هفته بیشترین باستاب و در فضای اجتماعی تمام شبکه ها دقیقا همین ویروس کرونا داشت که ما خواستیم که حداقل از طریق این دریچه برنامه شهروند خبرنگار هم که شده یک اطلاع رسانی خیلی خوب باشه برای دوستا که متوجه این موضوع باشن چون بسیار خطرناکه و آمدن در تمام مم. پروازهایی که به مم. چین میره و بر برمیگرده حتی خود چینی آمدن این موضوع بسیار بررسی میکنن و تمام مسافرین چک میکنن یعنی در واقع پس با این اوصاف چین هم. این بیماری در او هست پاکستان هم که نمونه شما عرض کردن یک نفر مبتلا شده <applause> پس شهروندان ما هم در حوی در مورد خطر هستند ای ما یک مرضی هم با چین یک مرزی تورونی هم با پاکستان داریم و رفت آمد ما هم زیاد است پس خوب که شهروندان ما به نکات ایمنی و بهداشتی بسیار توجه کنند آیا پارت زهری واکسن چیزی هم کش شده به خاطر این بیماری نه دقیقاً دقیقاً مشکل سر همین که هنوز نتونستند دقیق پیدا کنن من همین چند لحظه قبل از شروع برنامه دقیقاً امور چک میکردم که تا با حال به خاطر همین که پیدا بکنن عکس های داخل شهرهای چین نگاه میکردم حتی شهری که قرنطینه شده به شکلی که اون شهر نامگذاری کردن شهر اروا چون هیچ پادزهر تا حال پیدا کنن به اون واسه تمام ادارات رخصت شده تمام حتی دکان ها بسته است هیچ کس از خانه خود بیرون نمیشه آه، اه، خبر دیگر چی بوده؟ خبر مهمی دیگه بس دیگه مزید. که همچنان ادامه داره هشتگ هرات ناامن است خب خب هنوز ادامه داریم دقیقا چیز متنهای جالب نوشتن نوشته که جان یک انسان در هرات در برابر یک موبایل بخاطر یک موبایل نفر دقیقت تلخش چون ما هست دقیقت هم جان خدا دست میده موضوع بعدی ازدهام داخل شهر هرات که واقعا به یک یک تبدیل شده شما اگر از چوک سینما خواسته باشین به چوک گلای هرات برین داخل شهر ادغه چیزی که خودم تجربه کردم دو روز قبل چهل دقیقه فقط از چوک سینما تا به چوک گلا رفتیم ما این دو طرف کانال کندن متاسفانه از تکمیل نشده و جوی وسط سرک خود از اون مزایمت میکنه بین این لاین سرک و این لاین دیگه و چراغ ترافیکی که خاموشه اینا چیزایی که شهروندان هم واقعا به صورت بسیار زیاد آمدن عکس میگیرن فیلم میگیرن از اینا و پخش میکنن متواتر تا حداقل برکم <تصفح> کسی پیدا بشه به داد این ملت برسه یعنی اگر به همون فاصله شما تصور کنه به 40 دقیقه یک آمبولانس به این ازدهام بند بمونه میفهمیم برای کسی که مریض است با... حتی کم برده برده. 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 و حتی کمتر ثانیه حساب میکنن دکتران یک نفری که چهل چه دقیقه داخل ازدهام بمونه تصور کنید که چه کار میشه خب که خب متاسفانه که برنامه درستی نیست اگر برنامه مشخص باشه وقتی شما یک کانال میکنین برآورد کنیم که تمام میشه چه وقت تمام میشه ما در کدام فصل سال قرار دادیم تو مشکلات نخواهد بود یعنی س... خیلی این مشکلات برمیگره به بیمارنامگی و عدم تشخیص آینده که چند روز بعد چند هفته بعد چند ماه بعد چه دفعه خل افتاد پروژه شروع بکنه و یک موضوع بسیار مهم شما میخوام از همین جی به همه هموطنان و های ما که برنامه رو میبینن یک بار وقتی سر یک چوک میریم و میخوایم به یک موتر یک مطر از ترانسپورت شهری سوار بشین یک لحظه خود خور بیاییم امونجی خود شما خود رو قضاوت کنیم ما میاییم سر چوک استاد میشیم در حالی که تابلوی ایستگاه بست و تاکسی پینجا متر جلوتره از سر چوک ای امریت ما مشکل همینه <applause> چاره چوک گل ها دقیقا همین مشکل داره چوک سینما تمام چوک ها ما فقط نیم سر چوک استاد میشیم من امروز میخواستم عکس بگیرم از همین یک چوک از ای امیریت و امشب در همین برنامه رو پخش بکنم نشان بدیم واقعا پیشتر مهمان برنامه ما حرف بسیار خوب زدن هرات شهر علم و فرهنگ نام از او خورده و نزدیک شده با شهر علم و فرهنگ دوستای بله. دوستایی که اینجا میان دقیقا همه تصور که ما و یک شهر یک فضای کاملا متفاوت میبینیم اما چقدر خوبه که بیم حداقل ما به عنوان یک شهروند بریم به اون جایی که نوشته ایستگاه باز یا ایستگاه تاکسی نوشته به اونجی منتظر باشیم تا تاکسیران ها و همچنین میلی بس ها اونا مجبور بشن به اینجا طبیعتا <applause> خب بله اگر به شما درست یک تعداد برمیگره به اینکه خود شهروندان مراد نمی کنن ولی گاه خود مسئولین هم بینه که بین این هایی که اقراب به نام نشه ایسگاه بعض اینها توجه نمیکنن کنن اصلا بی خیال هستن نفر هر جا که بخواد مسافر پیاده میکنه رو سوار میکنه یک نوع بی ترافیکی ایجاد میکنه و در کنار این خوب تاکید والی هرات همین بود که از بعد بعد به این قضیه بیشتر مثل بشه جدیت بیشتر داشته باشه بود بعید که مزهم حل بشه و این ازدهام شهری رو جلوزو میگیره طبیعتا اگر ایستگاه ها مشخص باشه که الان متاسفانه نیست در سابق بکنم که دقل ایستگاه میلی بس مشخص بود که فروش ها بوده اما هم جمع شد دقیقا البته همین حال هم همو ایستگاه ها هست اما تابلو این نصب شده متاسفانه من نمیفهمم یک نفر که میره همون لیسانس جواز رانندگی خو میگیره دقیقا چرا همینا متوجه امروز خود ساعت های ساعت دوازده بدیدم مت... دقیقا متوجه این که در همون مسیر چار ریامیریت ازدام کمی رفت آمد بیشتر به خاطر بعضی کورس ها و مراکز آموزشی و همچین مراکز درمانی که اینجا وجود داره حالا کسایی که تحصیل کردن هستن میان دقیقا سر همین چار استاد میشن خب موتر میلی بس که میایه او به خاطر همون پنج افغانی که میگیره استاد میشن همونجا فایده از اینه ملی بس همونجا اونجا استاد میشه متوجه رعایت کردن این حق شهروندی و من شهروند میرم سر و چوک استاد میشم به خاطر ازی که زودتر متر بیه همینجی بارشون در حالی که متوجه نیم که اما در چاره‌ی امیریت مز... یک مسال چنانه ها چاره امیریت میزنه به خاطر که در همونجی چند مرکز درمانی وجود داره دقیقا چندین بار شده که آمبولانس میه بند میمونه امی ساعت 5 بجه بود من با یک تونیس لینی از اون مسیر تیر بشم تونیس آمده جلو میلی بس پشت سر از تونیس استاد شد کج داخل سرک و پشت سر از موتر دیگه کلان را بند شد به تشکر از شما آقای بحره موزاد خیلی خوب بود که شما اونها اشاره کردیم جا که در واقع اگر یاد بیاد داشته باشیم ما هفته قبل هم در مورد بعضی از بناره های خورسر که سطح شر زد صحبتی در این داشتیم و خوشبختانه با فعالیت هایی که شهروند خبرنگاران انجام دارن در فضای مجازی الان میبینه که این بدن ها نیست و های دیگری و از مراجع معتبرتری جگه شده و نشان هست که اگر شهروندان بخواهن با کمپاین هایی که را میاندازن در فضای مجازی در رسانه ها میتونن که در واقع امری را که غیرقادی هست رو بگیرن یک جمله ما به شما که <applause> ما در داخل شهر دنبال شهروند خبرنگار ها ببینیم چی چیزهای پست میکنن و گپ میزنن و حرف جالب بزنن گفتن اگر عکس عملهایی که هیراتی ها مه. یا شهروندان داخل هیرات در همین چند روز انجام دادن و نشان دادن در طول تاریخ در طول چند سال گذشته نشان میدادن مطمئنا وضعیت هیرات خیلی جالب تر و بهتر از این روز بود تشکر از شما آقای بهره و خبرهایی که با ما داشتیم اون اشاره میکنن که فیلم ارسالیش شما هم آماده هست با یک دیگه میریم میبینیم دوباره برخواهیم گشت با سلام مجدد خدمت شما بینندگان گرامی فیلم ارسالی شما رو هم دیدیم معزل یک از شهروندان تشکیل شده بود و کنون که متر در راه حرکت و فیلم برداری شده بود یک معزل بسیار حاد اجتماع ما بود اینها هر کدام اینا انسان هستن هر کدام اینا پروژه‌ای هستن برای کشور و جوانان ما هستن که متاسفانه که دوچار هستن خب باید دیگر در واقع سری زدیم به شبکه های اجتماعی با همکارمون آقای بحره و چه چی چیزهایی در شبکه های اجتماعی گذاشته و تابتری موضوعات رو برنامه بحث کردیم و موضوع محوری امشبه ما هم که در مورد تبعیز بود امیدوار برای هستیم که تبعیز از جامعه ما رخ بر بندت و ما شاید تبعیز نباشیم تبعیز جنسیتی، قومی، مذهبی، لسانی، سمتی و و, و و و هر نوع تبعیزی که انسان ها رو از یک دیگر جدا میکنه لغوش از بین بره همین فیلم که که از شوانان رسال کرده بود و هم دیگر دیدیم هم حالا یک نوع تبعیض رفتاری هم در اجتماع ما داره شکل میگیره متاسفانه نسبت به اون معتاد ما یک حس بدی داریم فکر میکنید که این برای جامعه مزر و اصلا کرامت انسانی رو متاسفانه گاهی در نظر نمیگیرن شهروندان خب با عنوان یک بیمار به این قضیه باید نگاه کنیم تاکید داکتر سایبا همیشه این هست که بیمار مجرم نیست بیم... موتاد مجرم نیست در واقع متات بیمار هست و باید به با عنوان یک بیمار بو بر خود بشه نه این نوع تبعیض زننده ای که به متادین ما داریم میگن بود تبعیض هست که این چوند ای در فیلم که به ما ارسال کرده بود در واقع به وضاعت وضعیت اونها رو برای ما به نشر جان سپاس از این شنونده که این فیلم ما ارسال کرده است شما ایزان می توانیم با برنامه شهروند خبرنگار همکار باشین، همراه باشین، ما شای باشیم که موزلاتی رو که شما به عنوان یک شهروند شهرون خبرنگار البته اونها را تشخیص میدیم عکس میگیریم فیلم میگیریم ما ارسال میکنیم ما در برنامه در قالب برنامه شهرون خبرنگار به اونها یک یک میپردازیم بحث میکنیم اگر لازم باشه با مسئولین تماس میگیریم تا اون موزل که شما شهرون رو تشخیص دادیم اون موزل رسیدگی بشه حل بشه در واقع شما شهروندار عزیز هستید که میتوانید یک تغییر مثبت در شما خودتون را ایجاد کنید ها چگونه اگه قرار باشه که بنشینیم و مشکلات و مزارات اجتماعی رو ما ببینیم نخواهد شد فعالیت های شهروندی فعالیت های شهروند خبرنگاری میتونه که در واقع کلید تغییر در اجتماع ما باشد عکس هفته هم آماده هست به دیگه بینیم اکس هفته رو بینیم. دوباره برخیم گرفت و در خدمت شما خواهیم بود سلام دوباره خدمت شما عزیزان مخاطبین برنامه شهروند خبرنگار عکس منتخب افتار رو هم دیدیم چه وضعیت بدی و کاملا مکان غیر بهداشتی کاملا در واقع میکروب و انتقال امراض از طریق همین گوشته که ببینیم متاسفانه که به نکات توجه کمتر میشه حالا شهروندان هم میبینن این مشکلات و مزلات که به نش میرسه و شبانه روز ما اکثر سال میکنن فیلم سال میکنن میبینیم خوب هست که از مواد خوراکی که در کنار سرک ها آماده میشه استفاده نکنیم از گوشت که در سرک ها میبینیم که اونها رو سلاخی کردن انواع و خوی میکروب ها برای اونها میشن از اونها استفاده نکنیم نخریم تا بلکه همان قصاب همان کس این کار غیر بهداشتی رو انجام داده بفهمه و یک موقعیت یک مکان بهداشتی تر انتخاب بده همون اگر انتخاب داخل دکان طبیعتا الان این گونه وضعیت نمی داشته باشه خوب هست که ما خودمون توجه کنیم به وضعیت صحیح خودمان حالا بهتن وظیفه شارواری و ساعتامه هست که به نکات بیشتر توجه کنن اجازه ندام بچین کسانی که این گونه بیان خودشون یا گوشت خودشون رو به فروش برسانن بلکه به با حداقل به تاکید کنن جریمه داشته باشن جلو اونها رو بگیرن و شهروندان هم خریداری نکنن از این گونه وسایل ها این بود محتوای برنامه ما که در این تقدیم شما شد. امید بر این داریم که شما ایزان با برنامه شهر خبر نگار بیش از این همکار و با همراه باشیم تا اینکه ما با ایدیا بتوانیم که موزلاتی که شما شناسایی میکنید و ما ارسال میکنیم منها بپرازید تا اینکه این مشکلات حل بشود. تا برنامه دیگر همه شما ایزان را به خداوند بزرگ و هم مندان میسپارم. خداوند نگه دارید.